دم غروب میان حضور خسته اشیا نگاه منتظری حجم وقت را میدید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود و بوی باغچه را باد روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد و مثل باد بزن ذهن سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد می زد خود را. مسافر از اتوبوس پیاده شد. چه آسمان تمیزی! و امتداد خیابان غربت او را برد. غروب بود. صدای هوش گیاهان به گوش می آمد. مسافر آمده بود و روی صندلی راحتی کنار چمن نشسته بود. دلم گرفته، دلم عجیب گرفته است. تمام راه به یک چیز فکر می کردم و رنگ دامنه ها هوش از سرم می برد. خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود. چه دره های عجیبی! و اسب یادت هست؟ سپید بود و مثل واژه پاکی سکوت سبز چمنزار را چرا می کرد. و بعد غربت رنگین قریه های سر راه و بعد تونل ها. دلم گرفته، دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می شود خاموش، نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست، نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند
و فکر می کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. نگاه مرد مسافر به روی میز افتاد. چه سیب‌های قشنگی. حیات نشأه تنهایی است. و میزبان پرسید: قشنگ یعنی چه؟ قشنگ یعنی تعبیر عاشقانه اشکال، و عشق تنها عشق تو را به گرمی یک سیب می کند مأنوس، و عشق تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد، مرا رساند به امکان یک پرنده شدن، و نوشداروی اندوه صدای خالص اکسیر می دهد این نوش. و حال شب شده بود، چراغ روشن بود و چای می‌خوردند. چرا گرفته دلت؟ مثل آن که تنهایی. چقدر هم تنها. خیال می‌کنم دوچار آن رگ پنهان رنگ‌ها هستی. دوچار یعنی عاشق. و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بیکران باشد. چه فکر نازک غمناکی. و غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. نه، وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز و ترد نیلوفر،